یکی از اونایی که سیزه سفر طلا خرید بهم پیام داد و گفت یادت اونایی که سیزه سفر طلا خرید رو مسخره کردیم؟ الان ما گرمی 900,000 تومان سود کردیم. مسخره خودتی به من. اولا من مسخره نکردم. دوما شما تو هر تاریخ توی کشور طلا بخری سود کردی. ربطی به سیزه سفر، یعنی همین الان بخر یه ماه دیگه سود کردی. بله، اینم به خاطر معجزه تورم و بی ارزش شدن پول کشورمون. ربطی به سیزه سفر 15 نداره اصلا. سیزه به در نون نداره. پس تو هوش اقتصادی نداشتی، تو نون اوضاع کشورمون خوردی. گرچه بازم تو ضرر کردی چون بقیه چیزای گرون شده. خوشحال نباش بازده طلا، فقط طلا بالا نرفته، همه چی بالا رفته، حتی نون. حتی مثلا دیگه از فروش اجزای بدن رسیدیم به فروش دندون عقل. بله، بعضی از عزیزانی که تو مطب دندون پزشکی کار میکنن اینا رو میفروشن دونه 200,000 تومان. بری تو سایت دیوار بزنی دندون فروشی عقل میاد دونه 200. بستگی داره، اونایی که خوب مونده تا 250، اونایی که کرنی هم تا 100 تومان، ولی 200 به بالاست. گفتم اون دفعه رفتم دندون عقلمو کشیدم بهم نداد، بهش گفتم بهم بدش میخوام یادگار. گفت نه آقا شاکر، لاغل بذار دندونت اینجا باشه که بگی مثلا دندون شاکر پیش ماست. حالا شاکر کدوم خریه که ساده عزیزی؟ شاکر کدوم خریه؟ تو بخاطر 200 تومان نگهش داشتی. اون موقع من چقدر خوشحال شدم، گفتم دندون رو نگه داشت. نگو او کسافت دنبال او 200 تومان بوده عزیزی، ولی شاکر خر خاصی نیست، کسافته. متاسفانه مصرف سیگار بین خانم ها 11% بیشتر شده، بین آقایون 3%، چون آقایون عقب میکشیدن، خانم ها تازه کنن. و سیگار دود چیز خوبی نیست و جنسیتی هم نیست، هم واسه خانم هم واسه آقا خوب نیست، که امیدوارم ترک کنی. حالا از کجا فهمیدید 11% مصرف سیگار بین خانم ها زیاد شده؟ آها، فروش سیگار با طعم شکلات و توت فرنگی زیاد شده. آها، رفتی تو سطل آشغال دیدید که 11% این تاثیرگارا با رژ لب زیاد شده. این از ماتیکیه دیگه، خود میزنن دیالوگ آخایی که ماتیکی بعضی ها میزنن. نه نه نه، من ندیدم با رژ لب زیاد شده. نگاه کردن گفت 11% تاثیرگار ماتیکی زیاد شده، پس 11% سیگاری خانم هم زیادتر شده، اضاف شده، بیشتر شده. حتی بعضی ها درکی از شرایط موجود ندارند، اصلا معلوم نیست تو کدوم لیگ بازی میکنند. یکیشون همین بانکی پور، نماینده اصفهان، نماینده جبهه پایداری، گفته اگه حجاب برداشته بشه کشور به ورطه برهنگی میفته. بانکی پور چته تو؟ شرایط موجود نمیبینی؟ مشکلات نمیبینی؟ یکم سرتو از این لایه حجاب اینو در بیار، از تو چیزی من در بیار. پیرامون تو ببین، مشکلات مردم ببین، بدبختیشون رو ببین، بیکاری سفره‌هاشون رو ببین، تورم ببین. اونا رو چرا حل نمی کنی؟ میدونی واسه چی؟ چون سواد نداری، تخصص نداری. چون سواد نداری، تخصص نداری که بیکاری تورم رو حل کنی، گیر دادی به لایه حجاب. چون بیکاری تورم اشتغال سواد میخواد حلش، ولی اون نه، هیچی نمیخواد، تو هم میتونی انجام میدهد. خیلی اقتصاد خوبی داریم، خیلی با دنیا ارتباط داریم، که الان کمیسیون اجتماعی مجلس پاشو کرده توی یک کفش که الا و بلا تعطیلی ما باید پنج شنبه باشه. شنبه حق نداره تعطیل کنیم، که تعطیلیمون با یهودی ها توی یه روز نباشه. بابا عزیزانم، یهودم جز ادیان الهیه، یهودی هم ادیان الهیه هم. بله، یهود، اسلام، مسیحیت، اینا ادیان الهی هم دیگه، چه فرق کن؟ همین سه تا ادیان الهی داریم، بیشتر که نیست. مطمئنی؟ یهود، اسلام، نوح، پیامبر چه بود؟ آره، فردا بقیه ادیان بهم حمله نکنن بگن ما رو نگفتی، آره، پیروان بقیه. مطمئنی سه تا هست؟ آره، همین سه تایی داریم ما. یه خواهشن این کمیسیون اجتماعی کیان؟ آها، ما رو جبهه پایداری فکر کنم، نه؟ اگه آره بهشون بر نخورم، این دغدغشون فقط همینه. خدا رویش
آی پزشکیان، گویی که این وفاق فقط از طرف شما شکل گرفته، فقط شما امتیاز دادی، وزیر دادی بهشون، استاندار دادی، نماینده دادی، معاون دادی، فقط تو وفاق کردی. اونا که وفاق نمی کنند، اونا نه تنها وفاق نمی کنند بلکه دارن حمله می کنند. ای لایه حجاب انجام نمی، چی انجام نمی، چی انجام نمی، چی کار کردی ظریف رو برکنار کنه، چی کار کنی، کدوم وفاق، با کیا وفاق کردی؟ آی پزشکیان، بهترین وفاق، وفاق با مردمه، اونایی که بهت رأی دادند، اونایی که دنبال تغییر بودند، چون این وفاق تش بنبسته. من مطمئنم تش خود پشیمون میشی، میگی چه اشتباهی کردم، این همه امتیاز دارم تازه بیشتر به فشار بردم، کدوم وفاق؟ بهترین وفاق با مردم. حتی سخنگوی دولت درباره پوشش حجاب و لایه حجاب یه صحبتایی کرده بود، الان چند نفر بهش حمله کردن، یکیشون این نماینده مشهد و گفته سخنگوی دولت باید تو حوزه تخصص خوش حرف بزنه، نیازی نیست درباره حجاب صحبت کنه، حجاب قانون با اجرا بشه. حرفا نماینده مشهد خیر سرش سخنگوی دولته و میتونه درباره همه چی حرف بزنه، دولت دیگه، بعد او حرف نزنه تو حرف بزنی؟ نماینده مشهد، یعنی تو حق داری درباره همه چی حرف بزنی بعد دولت حرف نزنه؟ این کجای قانونه؟ نماینده مشهد الان تو از چی ناراحتی؟ کاش کی اینقدر که به فکر این لایه حجاب بودی، به فکر نون مردم بودی، تورم معیشت، به فکر این همی بودی حتی نماینده مشهد. این محدودیت ها و عدم واردات آیفون یه بار به نفع ما شد، یعنی ما سودش رو بردیم، یعنی هر کی توی دنیا آیفون 16 خرید ضرر کرد، رفت تو پاچهش، ولی ما تو پاچهمون نرفت. گویی که مسئولی میدونستند این آیفون 16 به درد نمیخوره. چی شده؟ میگن اونایی که آیفون 16 خریدن دارن از این شارژش مینالن، میگه زود خالی میکنه، نه فیلتر شکن نه نصب نکردم، ولی خالی میکنه. میگه اون موقعی هم که گذاشتمش بغلمون رو مب دست بهش نمیزنیم، اون موقع هم خالی نمیکنه. خدا رو شکر ما آیفون 16 نداریم که بابت این چیز قصه بخوریم. یعنی حساب که اونا فیلتر شکن خالی میکنن، یعنی ما با فیلتر شکن دیگه فکر کنم همون درجا شارژش صفر میشه. حتی روزنامه کیهان گفته فیلترینگ به خاطر کوتاهی دولت روحانی به کشور تامین شد. به بجاش کیهان با دیگه ول کنیم، خدا وکیلی توی این 3 سال گذشته دولت آقای رئیسی که روحانی نبود که همه دیگه فیلتر شد دیگه، خدا وکیلی دیگه عدم فیلتر شد، واتساپ، اینستاگرام، همه چی دیگه، اون هم به خاطر دولت روحانی بود. اصلا اون موقع عمو حسن تو دولت نبود، یه جای پرت نشسته بود و هی شما خواهان محاکمش بودید، یعنی کمپین زده بودید محاکمه روحانی. روحانی چیش به این اینستاگرام، واتساپ و بقیه اپلیکیشن هایی که دو دولت آقای رئیسی فیلتر شد، او داشت یه جایی میخوابید که صبح جمعه بیدار بشه، یعنی صبح شنبه بیدار بشه و یه خبر بشنوه. او کاری نکرد توی 3 سال استثنا هم دیگه.